با نام و یاد خدا، دانش آموزان با انگیزه و پرتلاش پایه 11 رشته تجربی خدمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. من رضا پورحسینی، مدرس ریاضیات و هندسه، در خدمتون هستم با تدریس 2 فصل اول کتاب ریاضیات 2 شما. کتاب شما مشتمل بر 7 فصل هست که انشاءالله 2 فصل اول رو بنده در خدمتون خواهم بود که ارتباط بسیار زیادی با هندسه داره. فصل اول که هندسه تحلیلی و جبره و در واقع کار با خط و نقطه و پاره خطه، و فصل دوم که اساساً بحث هندسه و ادامه بحث هندسه ای هست که شما در متوسطه اول خوندید. انشالله در قالب 5 جلسه در فصل اول در خدمتون خواهم بود. دقت داشته باشید که این DVD حل تمرین هم داره که DVDش جداگونه هست. برای اینکه به تسلط برسید، برای اینکه مهارت حل مسئله پیدا کنید، حتما در کنار دیدن این DVD و تهیه این DVD حل تمرین رو هم تهیه کنید و فصل به فصل و بخش به بخش و درس به درس تمارین بیشتری رو ما و همکارانمون براتون حل کردن که حتما ببینید. با من همراه باشید تا انشالله اولین جلسه از کتاب ریاضی 2 شما از فصل اول مبحث هندسه تحلیلی و جبر رو با هم آغاز کنیم. ما انشالله در این جلسه در مورد خط و معادلش صحبت میکنیم. شما با معادله خط، نوشتنش، رسمش آشنا هستید. یک یادآوری کوتاه از معادله خط، طریقه نوشتنش خواهم داشت و سپس میرم سراغ 1-2 نکته جدید که در این کتاب مطرح شده و ازشون تمرین هم امروز براتون حل خواهم کرد. بحث معادله خط و رسمش رو مرور میکنم. شرط موازی بودن و عمود بودن 2 خط رو میگم. شرط توازی و تعامد در خط رو میگم و فاصله نقطه از خط رو خدمتون ارائه خواهم کرد. خب یادتون هست نوشتن معادله خط با داشتن 2 نقطه‌اش چگونه است؟ اگر 2 نقطه از خط رو داشته باشیم، ابتدا شیب خط رو حساب میکنیم. شیب هست تفاضل ایگرگ ها تقسیم بر تفاضل ایکس ها. ایگرگ دومن های ایگرگ 1 تقسیم بر ایکس دومن های X1، شیب خط به دست میاد. بعد از اینکه شیب خط رو داشته باشیم، با داشتن شیب و 1 نقطه میتونیم معادله خط بنویسیم. فرقی نمیکنه کدوم 2 نقطه رو، کدوم یکی از این 2 نقطه رو به کار ببریم. میتونیم نقطه اول رو به کار ببریم، ایگرگ منهای ایگرگ 1 شیب M در X منهای X1، یا ایگرگ منهای ایگرگ 2 شیب M X منهای ایکس تو. هر 2 معادله در نهایت منجر به 1 ضابطه خواهند شد. فرقی نداره که شما بعد از اینکه شیب رو به دست آوردید کدام یک از نقاط رو برای نوشتن معادله خط استفاده کنید. خب یک مثال ببینیم. معادله خطی از 2 نقطه A به مختصات 0 و 7 و B به مختصات 3 و 1 میگذره. اول شیب رو پیدا کنیم. تفاضل ایگرگ ها 1 منهای 7، تفاضل ایکس ها 3 منهای 0، -6 تقسیم بر 3، شیب خط میشه -2. یکی از نقاط رو استفاده کنیم برای نوشتن معادله خط. کدام نقطه رو استفاده کنیم؟ مثلا همون نقطه A، نقطه اول 0 و 7. ایگرگ منهای ایگرگ 0 یعنی 7 برابر است با شیب -2 در ایکس منهای ایکس 0 یعنی 0. پس ایگرگ منهای 7 میشود -2x، 7 هم میبریم اونور، ایگرگ میشه -2x به علاوه 7. خب یه روش نمایش معادله خط اینه، ایگرگ مساوی است با -2x به علاوه 7. یه مدل دیگه هم میتونستید خط رو نمایش بدید. نگاه کنید، همه رو بیاریم یه طرف مساوی 0 قرار بدیم. الان اگه همه رو بیاریم این طرف، -2x هم بیاد اینور میشه 2x، 7 هم بیاد اینور -7 میشه 2x به علاوه ایگرگ منهای 7 مساوی با 0. الان این ضابطه با اون ضابطه هیچ تفاوتی نداره، اما تو اینجا ایگرگ اصطلاحاً تنها شده و ایگرگ بر حسب ایکس به دست اومده. ایگرگ مساوی است با -2x به علاوه 7، یه مضربی از ایکس به اضافه یه عدد ثابت. اما یه مدل هم هست که ضریبی از ایکس و ضریبی از ایگرگ و یک عدد ثابت جمع جبریشون برابر با 0 شده. هر 2 نمایش معادله خط هستند که از روشون میشه شیب خط و عرض از مبدأ رو پیدا کرد و هر کدوم در جای مختلف کاربردهایی
دارن. نگاه کنید صورت‌های معادله خط راست. خب معادله خط یک صورتش اینه، ایگرگ مساوی است با ام ایکس به علاوه هاش، که ضریب ایکس همون شیب خطه. آقا از روی ام ایکس به علاوه هاش چه چیزهایی رو باید تشخیص بدیم؟ دو تا پارامتر رو تشخیص میدی. یکی اینکه ضریب ایکس همون شیب خطه اگر معادله به صورت ایگرگ مساوی باشه. اون عدد ثابت هم عرض از مبدا، عرض از مبدا چی بود؟ محل تلاقی خط با محور ایگرگ ها، یعنی اونجایی که ایکس رو میذاری صفر. نگاه کن الان اگه ایکس رو بذاری صفر، صفر ضرب داره میشه صفر، ایگرگ میشه هاش، یعنی محل تلاقی خط با محور ایگرگ ها. این یه مدل نمایش. یه مدل نمایش آ ایکس به علاوه به ایگرگ به علاوه سی مساوی با صفر، مضربی از ایکس مضربی از ایگرگ با عدد ثابت با هم جمعشون صفر. اینجا چجوری شیب و عرض از مبدا رو پیدا میکنیم؟ شیب هست منفی آ به ام، یعنی منفی ضریب ایکس تقسیم بر ضریب ایگرگ. آقا اجازه بفرمایید. آقا میشه بریم اینجا مثل این ایگرگ رو به دست بیاریم بعد این مدلی شیب رو پیدا کنیم؟ بله لا مانع، مشکلی نداره، میتونید این کارم بکنید. خیلی از بچه ها این فرمول رو یاد نمیگیرن، حفظ نمیکنن، میگن آقا اینجا به ایگرگ رو نگر میداریم، آ ایکس و سی رو میبریم اونور، طرفین رو بر به تقسیم میکنیم، معادله این شکلی میشه، شیب رو پیدا میکنیم، اشکالی نداره. در واقع اینم هم همونجوری به دست اومده، شیب خط منفی آ به و منفی ضریب ایکس تقسیم بر ضریب ایگرگ. عرض از مبدا چی؟ H منفی 3 به اوم، منفی عدد ثابت تقسیم بر ضریب ایگرگ. دقت کنید هر دو فرمول مخرجشون ضریب ایگرگه. B یکی منفی آ به اوم شیب، یکی منفی 3 به اوم. عرض از مبدا نگاه کنید الان. آنچه که اینجا گفتم رو براتون آوردم. برای تعیین عرض از مبدا هر موقع خواستید عرض از مبدا خط رو تعیین کنید کافیه قرار بدید X مساوی با صفر. پس برای عرض از مبدا میذاریم ایکس مساویه با صفر. اینجا ایکس رو بذارید صفر، به ایگرگ به علاوه سی مساویه با صفر، سی رو میبری اونور منفی سی، ایگرگ میشه منفی سه به اون، و مقدار ایگرگ رو حساب میکنیم. ببینیم با هم دیگه شیب و عرض از مبدا خطوط زیر را به دست آورید. معادله خط منفی سه ایگرگ مساویه است با دو ایکس به علاوه 6. نگاه میکنم میبینم نه اون مدله که ایگرگ مساوی باشه نه جمع مساوی با صفره. میتونم طرفینو تقسیم بر منفی 3 کنم، ایگرگ رو پیدا کنم. نگاه کنید طرفینو تقسیم بر منفی 3 میکنم، منفی 3 میشود ایگرگ مساوی است با منفی 2 سوم ایکس به علاوه 6 تقسیم بر منفی 3 دیگه. پس در واقع ایگرگ می شود منفی 2 سوم ایکس، 6 تقسیم بر منفی 3 که میشه منفی 2. الان شیب خط چقدره؟ منفی 2 سوم. عرض از مبدا چقدره؟ منفی 2. شیب این خط منفی 2 سوم، عرض از مبداش منفی 2. طرفین رو برای منفی 3 تقسیم کرد. 4 ایگرگ منهای ایکس به علاوه 5 مساوی با صفر. عمدن جای ایکس و ایگرگشو مخالف دادم، اول ایگرگ دادم بعد ایکس، اشتباه میکنن بچه ها، حفظ کردن منفی آ به اوم 4 رو تقسیم بر منفی 1 میکنن. دقت کنید آ ضریب ایکس، ب ضریب ایگرگه. الان بخوام شیب رو پیدا کنم، ام منفی آ به اوم ضریب ایکس یعنی منفی 1 تقسیم بر ضریب ایگرگ 4، پس شیبمون 1/4. و اچ عرض از مبدا منفی 3 به اوم، عدد ثابت منفی 3 5 به اوم 4 منفی 5 4، پس شیب این خط 1/4، عرض از مبداش منفی 5 4. ایگرگ مساوی با 4 منهای 2 ایکس. گفتیم اگه ایگرگ مساوی با ام ایکس به علاوه هاش باشه ضریب ایکس، شیب عدد ثابت عرض از مبدا، پس شیبمون که الان مشخصه ضریب ایکس چیه؟ منفی 2. عرض از مبدأمون عدد ثابت 4. سه مدل مختلف از دو صورتی که معادله خط داشت و به دست آوردن شیب و عرض از مبدأ. بیشتر دارم یادآوری از گذشته میکنم. اما چجوری خط رسم میکردیم؟ هر خطی با داشتن دو نقطهش قابل رسمه. شما دو نقطه از خط رو داشته باشید رسمش میکنید طبیعتا. نمودار خط با داشتن دو نقطه از آن قابل رسمه. یه مثال ببینیم. معادله خط 2x منهای 3y به علاوه 6 مساوی با 0. بچه‌ها همیشه سوال میپرسن آقا نقطه چجوری بدیم؟
شما چجوری نقطه میدی که منظم و مرتب رسم میکنیم؟ میگم آقا بهترین نقطه ها نقاط تلاقی با محورها هستن. یعنی یه بار ایکس رو صفر بدید، ایگرگ رو پیدا کنید، ببینید محور ایگرگ رو کجا قطع میکنه. یه بار ایگرگ رو صفر بدید، ایکس رو پیدا کنید، ببینید محور ایکس رو کجا قطع میکنه. این دو نقطه رو به هم وصل کنید، امتداد بدیم، خط به وجود میاد. الان تو اینجا نگاه کنید، اگر ایکس رو صفر بدید، منفی سه ایگرگ به علاوه 6 مساوی با صفر، چه عددی تو این صد میکنه؟ 2. منفی 3 دو تا 6 منفی 6 علاوه 6 0 0 و 2. یه بار ایگرگ رو صفر بدید، ایگرگ صفر بشه، این جمله به این میره، 2x به علاوه 6 مساوی با صفر، چه عددی به جای ایکس صد میکنه؟ منفی 3. دو تا منفی 3 میشه منفی 6 با 6 0، منفی 3 و 0. پس دو نقطه داریم، نقطه 0 و 2، نقطه منفی 3 و 0. رسمش میکنیم، این رو محور ایگرگ هاست، این رو محور ایکس هاست، دو نقطه رو به هم وصل میکنیم، منفی 3 و 0، 0 و 2. دو تا نقطه داریم، این نقطه A، این نقطه B. A و B رو به هم وصل میکنیم و امتداد میدیم، معادله خط به دست میاد. برعکسش هم میتونیم انجام بدیم، یعنی دو نقطه از خط رو داشته باشیم، به راحتی میتونیم معادله شو بنویسیم. عمدتا هم کدوم دو نقطه از خط رو میدن؟ معمولا تو مسائل نمیاد رفع وسط خط یه نقطه بدن که خط رو رسم میکنن، تو دو نقطه محورها رو قطع کرده. بازم استفاده از نقاط تلاقی با محورها، نوشتن معادله خط از روی نمودار آن به کمک نقاط تلاقی خط با محورهای مختصات که دو نقطه هم میشن، معادله خط رو میتونیم بنویسیم. الان این خط رو نگاه کنید، دو نقطه داره، یه نقطهش این نقطه است، نقطه آ محور ایکس ها رو در دو قطع کرده، پس این نقطه هست 2 و 0. یه نقطه هست نقطه ب محور ایگرگ ها رو در نقطه 4، در عرض 4 قطع کرده، این هست 0 و 4. دو تا نقطه از خط رو دارم، اول شیب رو به دست میارم، ام ایگرگ دومن های ایگرگ 1، 4 منهای 0، ایکس دومن های ایکس 1، 0 منهای 2. 4 تقسیم بر منفی 2 می شود منفی 2، شیب به دست اومد منفی 2. یکی از نقاط رو استفاده می کنم برای نوشتن معادله، مثلا نقطه آ رو استفاده می کنم، ایگرگ منهای ایگرگ 0 0 برابر است با ام منفی 2 در ایکس منهای ایکس 0 2، پس ایگرگ برابر است با منفی 2 ایکس به علاوه منفی 2 در منفی 2 4. معادله این خط هست ایگرگ مساوی است با منفی 2x به علاوه 4. هر دو نقطه دیگه ای هم تو خط نمایان بود، با اون دو نقطه میتونید معادله خط بنویسید. نکته اینه که نقاط تلاقی با محورها رو بشناسید. رو محور x ها x و 0 نقطه داریم، رو محور y ها 0 و y نقطه داریم. به دست آوردن نقاط تلاقی با محورها، تلاقی با محور x ها y رو 0 میذاریم، تلاقی با محور ایگرگ ها ایکس و صفر میذاریم. الان روی این خط چک کنید، اگه ایکس و صفر بذاریم میشه منفی 3 ایگرگ به علاوه 10 مساوی با صفر، 10 رو میبرم اونور، منفی 3 ایگرگ مساوی است با منهای 10، از اینجا ایگرگ میشود منفی 10 تقسیم بر منفی 3 میشه 10 سوم. در واقع نقطه آ روی محور ایگرگ ها پدید میاد، 0 و 10 سوم رو محور ایگرگ ها. یه بارم ایگرگ رو صفر میذارم، ایگرگ مساویه با صفر، ایگرگ رو صفر بذاری ایکس میمونه، ایکس به علاوه 10 مساویه با صفر، 10 رو میبرم اونور، ایکس برابر میشود با منفی 10، یعنی نقطه ب به مختصات ایکسش منفی 10، ایگرگش صفر روی محور ایکس ها. پس برای به دست آوردن نقاط تلاقی با محورها، محور ایکس ها ایگرگ رو صفر میذاری، تلاقی با محور ایکس ها، تقاطع با محور ایکس ها به دست میاد، ایکس رو صفر میذاری، تقاطع با محور ایگرگ ها به دست میاد که خیلی پرکاربرده. هرگاه بخوایم دو نقطه از خط رو داشته باشیم، معروف ترین نقطه ها اونجایی هستن که محور ایکس و ایگرگ رو قطع میکنه. اما حالا میخوایم بریم سراغ یه مطلب جدید، و اونم این که حالا دو تا خط وضعیتشون در صفحه چگونه میتواند باشن. بچه ها دو خط در صفحه این وضعیت ها رو میتونن داشته باشن، یکی این که دو تا خط با هم دیگه موازی باشن. دو خط موازی چه ویژگی دارن؟ میخوام الان ویژگیشو بگیم. یا اینکه دو خط
متقاطع باشن، یعنی یه نقطه تقاطع داشته باشن که در حالت خاص تو خط بر هم عمود باشن. میخوایم در مورد موازی بودن و عمود بودن دو خط در صفحه با همدیگه صحبت کنیم و ببینیم شرط توازی و شرط تعامد دو خط، عمود بودن دو خط در صفحه چی هست و ازش براتون مثال هم حل کنیم. شرط توازی یا توازی دو خط یعنی دو خط موازی. بچه‌ها دو خط با هم موازی هن هر موقع شیباشون با هم برابر باشه. چه جالب، شیباشون با هم برابر باشه، هرگاه شیبهای آنها با هم برابر باشد و برعکس، یعنی اگه دو تا خط شیبشون برابر بود موازی هن، اگه دو خط موازی بودن شیباشون با هم برابره. نگاه کنید AX به علاوه BY به علاوه C مساوی با 0، AX به علاوه BY به علاوه C' مساوی با 0. شیب این چیه؟ منفی A به اون. شیب این چیه؟ منفی A به اون. ببین با هم برابرن ها، عرض از مبدأشون برابر نیست چون 0 و 0'. پس این دو خط موازی ان با هم. Y مساوی است با MX به علاوه H، MX به علاوه H'. این دو خط هم موازی هن چون ضریب ایکس هاشون با هم برابره. این دو خط هم با هم موازی هن. این دو خط رو الان نگاه کنید، ایکس منهای دو ایگرگ به علاوه پنج مساوی با صفر، منفی ایکس به علاوه دو ایگرگ به علاوه دوازده مساوی با صفر. نسبت به هم چگونه هن؟ شیب این خط رو به دست بیار. منفی آ ضریب ایکس به ضریب ایگرگ منفی دو میشه یک دو. شیب این خط رو به دست بیار. منفی آ ضریب ایکس منفی یک، به ضریب ایگرگ دو، منفی در منفی مثبت یک دوم. چه جالب، شیب هاشون با هم برابرن. پس دو خط چی هن؟ موازی هن. هرگاه دو خط شیب هاشون با هم برابر باشه این دو خط موازی هن. برعکس هر دو خط موازی شیب هاشون با هم دیگه برابره. یه مثال دیگه، محاسباتمون رفت داخل مثال دوم، اشکالی هم نداره. ایگرگ مساوی است با منفی 3x به علاوه 5 و ایگرگ مساوی است با منفی 7 منهای 3x. نگاه کنید ضریب x در این منفی 3، ضریب x تو اینم منفی 3، این دوتا با هم موازی هم. این دوتا خط هم با هم موازی هم. منفی 3x ایگرگ مساوی با mx به علاوه هاش، منفی 7 منهای 3x. به ضرایب ایکس ها نگاه کنید، منفی 3 منفی 3. پس این دو خط هم با هم موازی هم. باز هم از هر دو صورت معادله خط براتون مثال آوردم. پرسش: مقدار کار رو طوری تعیین کنید که دو خط به معادلات 2 ایگرگ منهای 3 ایکس مساوی با 1 و ایگرگ مساوی با کا ایکس علاوه 5 با هم موازی باشن. شرط توازی چی بود؟ دو خط موازی هن هرگاه شیبهاشون با هم برابر باشه. پس این دو خط باید شیبهاشون با هم برابر باشه. این که تابلوه، بلدی. ایگرگ مساویه با ام ایکس به علاوه هاش، ضریب ایکس میشه شیب، یعنی الان شیب این هست کا، شیب این خط کاه. پس شیب این خط باید مساوی باشه با شیب این خط. شیب این خط چقدره؟ منفی آ به اون، منفی ضریب ایکس تقسیم بر ضریب ایگرگ. پس میشه منفی ضریب x. بازم تاکید میکنم اشتباه نکنی دو رو تقسیم بر 3 کنی، همیشه عادت کردی ax به علاوه by به علاوه 3، بعضی موقع y رو اول میدن. منفی ضریب x یعنی منفی 3 تقسیم بر ضریب y 2 یعنی k میشه 3 دوم. به ازای k مساوی با 3 دوم، این دو خط با هم دیگه موازی ان. دیگه چی میتونیم معادله خط بنویسیم؟ معادله خطی بنویسید که از این نقطه بگذره با این خط موازی باشه. ما با داشتن دو نقطه میتوانیم معادله خط بنویسیم، نه با داشتن یک نقطه و شیب میتوانیم معادله خط بنویسیم. اینجا دوتا نقطه که نداریم، یه نقطه داریم، پس باید شیبم بهمون بده. شیبم که نداده، اما راهنمایی کرده، گفته خطمون با این موازیه، پس شیبش با شیب این برابره. پس ما اگه شیب اینو داشته باشیم یعنی شیب خط خودمون هم داریم، پس بریم شیب اینو پیدا کنیم. پس یه نقطه داریم آب مختصات 2 و منفی 1، یه دونم شیب، شیبمون شیب این خطه، منفی آبم، منفی ضریب x 3 تقسیم بر ضریب y منفی 1 میشود 3. الان یه نقطه داریم، شیبم داریم، y منهای y 0 m در x منهای x 0، y منهای y 0 منهای 1
برابر است با M شیب 3 در X منهای X 0 2. پس Y به علاوه 1 برابر است با 3X منهای 6. یکم میبرم اونور. Y مساوی است با 3X منهای 7. پس معادل خطمون شد Y مساوی است با 3X منهای 7. شیب 3 و عرض از مبدأ منفی 7. خب بریم سراغ شرط دوم، اینکه دو خط بر هم عمود باشن. تا اینجا دیدیم اگر دو خط با هم موازی باشن شیب‌هاشون باید با هم برابر باشه. دو خط موازی شیب‌هاشون با هم برابره. اگر دیویدی حل تمرین رو بگیرید که مکمل این دیویدی هست، اونجا هم تمرینات بیشتری براتون حل کردیم. اما اگر دو خط بر هم عمود باشن چگونه است؟ شیب‌هاشون عکس و قرینه هم دیگه است، قرینه و وارون هم دیگه است. مثلا اگر یکی شیبش باشه 5، اون خطی که به این خط عموده شیبش هست منفی 1/5، یعنی هم وارونه هم قرینه است. اگه یکی شیبش باشه 3/7، اون یکی خطی که بر این خط عموده شیبش هست منفی 7/3، یعنی هم وارون شده هم قرینه شده. دو خط بر هم عمود هستند هرگاه شیب‌های آنها معکوس و قرینه یکدیگر باشند و برعکس. یعنی اگه دو تا خط پیدا کردی که شیباشون عکس و قرینه هم بودن، این دو خط بر هم عمودن. نگاه کنید، دو تا خط دارم، ایگرگ مساوی با 2x به علاوه 5، این دو شیبه. ایگرگ مساوی با منفی 1/2 x به علاوه 3، این 1/2 منفی 1/2 شیبه. اون دوه، این منفی 1/2، هم وارونه هم قرینه است. پس این دو خط بر هم عمودن. این دو خط بر هم چیان؟ عمودن. خب یه ویژگی خاص هم میشه پیدا کرد. الان این دو تا عدد رو تو هم ضرب کنید بچه‌ها. 2 رو ضرب در منفی 1/2 کنم، 2 با 2 میره میشه منفی 1. یعنی چی؟ یعنی یه شرط بهت یاد میدم، اگر دو خط بر هم عمود باشن حاصل ضرب شیباشون همیشه میشه منفی 1. حاصل ضرب شیبهاشون میشه منفی 1. اگر دو خط با شیبهای M و M پریم بر هم عمود باشن، آنگاه M پریم مساوی با منفی 1 و برعکس. اگر حاصل ضرب شیبای دو خط منفی 1 بود، یعنی این دو خط بر هم چیان؟ عمودن. خط به معادله 4x منهای 2y به علاوه 10 مساوی با 0 بر کدام یک از خطهای زیر عمود است؟ به کدوم خط؟ اون خطی که ضرب شیبش با شیب این خط بشه منفی 1، یا نه شیبش عکس و قرینه شیب خط ما باشه. اول بریم شیب خط خودمون رو پیدا کنیم. صورت مسئله، شیب این خط چقدره؟ منفی آ به اوم، منفی ضریب x تقسیم بر ضریب y منفی 2، منفی ها با منفی مثبت 4/2، شیب 2ه. پس هر خطی که شیبش 2 باشه با این موازیه، هر خطی که شیبش منفی 1/2 باشه، یعنی هم معکوس بشه هم قرینه، بر این عموده. بریم الف رو شیبش رو پیدا کنیم. شیب این خط M1 منفی آ به اون، آ ضریب x ب ضریب y، منفی با منفی میره میشه 2. چه جالب، شیب این با اون برابره، پس این دوتا با هم موازی هن. با الف موازیه. بریم ب رو ببینیم شیبش چیه. M2 منفی آ به اون، دقت کن اشتباه نکنی، آ ضریب ایکسه، یعنی یعنی یک، مثبت 1، به اون 2 یعنی منفی 1/2. چه جالب، منفی 1/2 عکس و قرینه 2ه، پس این عموده. پس این خط به کدوم یک خط عموده؟ به ب عموده، اما با الف چیه؟ موازیه. به ب عموده، با الف موازیه. اگر دو خط موازی باشن شیباشون با هم برابره، اگر دو خط بر هم عمود باشن ضرب شیباشون منفی 1ه، یا شیباشون عکس و قرینه هم دیگه است. بازم مثال ببینیم، مقدار کار رو توی تعیین کنید که این خط بر این خط عمود باشه. اگه بخوان عمود باشن باید ضرب شیباشون بشه منفی 1. ام ام پریم
مساوی منفی یک نتیجه، اینو بگیریم ام، شیب این خط چی میشه؟ منفی آ یعنی کا به اوم منفی یک زب داره. امپیریم شیب این خط رو بگیریم، شیب این خط چیه؟ این خط رو بخوام شیبش رو به دست بیاریم به صورت دو ایگرگ مساویه با سه ایکس به علاوه یکه. باید چیکار کنیم؟ طرفین رو برای دو تقسیم کنیم، بشه ایگرگ مساوی است با سه دومه ایکس به علاوه یک دوم، حالا شد به صورت ایگرگ مساوی با ام ایکس به علاوه هاش. ام ایکس یعنی امش سه دومه شیبش، پس اینم سه دوم مساوی با منفی یک. منفی در منفی مثبت، پس کا ضرب در سه دوم یعنی سه دوم کا مساوی با منفی یک. از اینجا سه کا طرف این وسط این کنیم، دو تا منفی یک میشه منفی دو، کا میشود عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، یعنی منفی دو سوم کا برابر است با منفی دو سوم. به ازای کا مساوی با منفی دو سوم، این دو خط بر هم عمودن، یعنی حاصل ضرب شیباشون میشه منفی یک. مثال دیگه ای ببینیم، معادله خط بنویسیم که بر این خط عمود باشه، محور ایکسارم در نقطه ای به طول منفی یک قطع کنه. چه جالب. برای نوشتن معادله خط یا دو نقطه میخوایم یا یه نقطه و شیب. دو نقطه که نداریم، یه نقطه داریم. چی؟ تلاقی با محور ایکسار. گفتیم محور ایکس ها رو در نقطه‌ای به طول منفی یک قطع کرده، پس یه نقطه داریم به مختصات منفی یک و صفر. نقطه‌ای که رو محور طول هاست ایگرگش صفره، ایکسش گفته به طول منفی یک قطع کنه، منفی یک و صفر. نقطه دومی نداریم، پس باید شیب داشته باشیم. شیبش گفته بر این خط عموده، وقتی بر این خط عموده شیبش میشه عکس و قرینه این. شیب این چیه؟ ایگرگ مساوی با سه ایکس منهای چار، شیب این ضریب ایکسه. پس شیب خط ما چی میشه؟ میشه وارون و قرینه این. وارونش یک سوم، قرینش منفی یک سوم. خلاص، معادله خط بنویسیم. ایگرگ منهای ایگرگ صفر برابر است با ام در ایکس منهای ایکس صفر. ایگرگ منهای ایگرگ صفر صفر، ام منفی یک سوم در ایکس منهای ایکس صفر منهای یک. پس ایگرگ برابر است با منفی یک سوم ایکس. این منفی در منفی میشه مثبت، یک در منفی یک سوم میشه منفی یک سوم. ایگرگ مساوی است با منفی یک سوم ایکس منهای یک سوم. اینم یه مثال دیگه. باز هم تاکید میکنم حتماً دیویدی حل تمرین کتاب ریاضی دو رو تهیه کنید و مثال ها و تمرین های بیشتری از این مباحث اونجا با حل بنده و همکارانم ببینید. اما مطلب آخر در این بخش، یعنی بخش اول این کتاب، بحث فاصله نقطه از خط. تقریبا با فاصله نقطه از خط و مفهومش که طول عمودی هست که بر خط رسم میشه، در گذشته در متوسطه یک به صورت شهودی آشنا بودید و میدانستید که یه نقطه به یک خط بی نهایت خط میشه رسم کرد. اما کوتاه‌ترین فاصله در واقع عموده و به همون میگیم فاصله نقطه از خط. این فاصله نقطه از خط تو این قسمت قابل محاسبه است. اگر معادله خط رو داشته باشی، مختصات اون نقطه رو هم داشته باشی، میتونی این فاصله نقطه از خط یعنی اون کوتاه‌ترین طول یعنی اون عموده رو پیدا کنی. طولش چقدره؟ نقطه A به مختصات x0 و y0 و خط D به معادله AX به علاوه BY به علاوه C مساوی با 0 مفروضن. یه نکته قبل از اینکه ادامه بدیم اینجا تاکید کنم که ما در بحث فاصله نقطه از خط به این تیپ از معادله تأکید داریم.
در بحث فاصله نقطه از خط به این صورت از معادله تاکید داریم. میگیم هر موقع خواستی فاصله نقطه از خط حساب کنی باید معادلت به این صورت باشه، به صورت y مساوی mx علاوه هاش نباشه. اگر هستم همه رو بیاری یه طرف مساوی صفر قرار بدی. چرا؟ چون میگم الان چرا میخوایم اینجوری باشه که ازش استفاده کنیم. خب اولا فاصله نقطه آ از یه خط طول عمودیه که به خط رسم میشه، چون بقیه خطایی که به خط رسم میشن طول واحد ندارن، بی نهایت طول وجود داره، همشون هم مایلن. حالا فاصله این از این خط رو کدوم در نظر بگیریم؟ استاندارد اینه که کوتاه‌ترین فاصله رو در نظر بگیریم. کوتاه‌ترین فاصله چیه؟ عمودی که از نقطه به خط رسم میشه. پس این عموده، این عمودی که از نقطه به خط رسم میشه بهش میگیم فاصله نقطه آ از خط دی. حالا این طول عمود چگونه قابل محاسبه است؟ اگر این طول رو اسمشو بذاریم h یا هاش، هاش فاصله نقطه از خط هست قدر مطلق ax صفر به علاوه by صفر به علاوه c تقسیم بر رادیکال a2 به علاوه b2. چه جالب آقا، a و b چی بودن؟ آقا a و b همون ضرایب x و y تو معادله خطن. میگم بله. آقا شما تو صورت فرموله گفتی ax صفر به علاوه به y صفر به علاوه c همین معادله هست. میگم بله. x صفر و y صفر چی هن؟ نقطه هست. آقا یعنی باید نقطه رو بذاریم تو معادله خط؟ میگم بله. آقا چرا قدر مطلق گذاشتی؟ چون باید مثبت باشه. فاصله طول یه مقدار مثبته، نمیشه بگیم طول یه پاره خطی منفی 5 که بی معنیه، پس باید قدر مطلق بذاریم که مثبت بشه. مخرجم چیه؟ رادیکال آ2 علاوه بی 2، یعنی ضرایب ایکس و ایگرگ رو به توان 2 میرسونیم. چه جالب. پس به خاطر همون تاکید داشتی که معادله خطمون رو این شکلی بنویسیم؟ میگم بله. فاصله نقطه از خط فرمول فراموش نشه، خلاصه نویسی کنید. قدر مطلق ax صفر به علاوه by صفر به علاوه c تقسیم بر رادیکال a2 به علاوه b2. سری مثال ببینیم. فاصله نقطه 7 و 5 از خط به معادله 4x به علاوه 3y مساوی با 18. اولین کاری که میکنی میگی 4x به علاوه 3y منهای 18 مساوی با 0. چرا؟ چون در بحث فاصله نقطه از خط معادله خط باید به این صورت باشه که همه سمت چپ مساوی با 0. حالا نقطه رو میذاریم توش. 4 هفته 28 تا 3 5 تا 15 منهای 18 داخل قدر مطلق تقسیم بر رادیکال a2 به علاوه b2 16 به علاوه 9. بالا می شود 25، پایینم رادیکال 25 5، 25 پنجم 5، یعنی فاصله این نقطه از این خط برابر است با 5 واحد طول. خیلی ساده، فقط عددگذاری در فرمول. اما فاصله این نقطه از خط از اون مباحثیه که فوق‌العاده پرکاربرد. یکی از مهمترین کاربردهای فاصله این نقطه از خط به دست آوردن ارتفاع مثلث. اگر سه رأس مثلث رو بچه‌ها داشته باشید، ارتفاع مثلث چیه؟ ارتفاع مثلث خطی که از رأس به ضلع مقابل عمود می‌کنید. وقتی خط رو از رأس به ضلع مقابل عمود می‌کنید، یعنی میشه این عموده میشه فاصله رأس از ضلع مقابل. عمود کردید، میتونید حساب کنید معادله ضلع مقابل مثلا به سه رو می‌نویسی، معادله خطش رو می‌نویسی، نقطه آرم داری. اگر فاصله نقطه آ از ضلع به اس رو حساب کنیم میشه ارتفاع. این یکی از کاربردهای دیگر رو در تمرین‌ها خواهیم دید. در دیویدی حل تمرین هم استفاده از فرمول فاصله نقطه از خط در اشکال دیگه مثل مربع و شکل‌های هندسه دیگه و مثل دایره رو براتون انجام دادم. حتما بگیرید و ببینید و مهارت حل مسئله با فرمول فاصله نقطه از خط رو به خوبی به دست بیارید. پرسش: نقاط آ به مختصات 4 و 8، ب به مختصات 0 و 5 و سی به مختصات 2 و 1 سه رأس مثلث آ به سه هستن. طول ارتفاع آهاش رو حساب کنید. بریم سراغ طول ارتفاع آهاش. خب اول یه شکل شهودی و ضمنی و ساده از مثلثمون میکشیم. یه مثلث داریم رأس آ 4 و 8، رأس ب 0 و 5، رأس سی 2 و 1. ارتفاع آهاش هم رسم میکنیم. خیلی جالب میبینیم که ارتفاع آهاش در واقع فاصله نقطه آ از ضلع ب3. باید فاصله نقطه آ رو از خط ب3 حساب کنیم. پس ابتدا معادله خط ب3 رو مینویسیم. معادله خط با داشتن دو نقطه از خط، معادله خط ب3. خب دو نقطه رو داریم. اول شیبش رو مینویسیم. شیب تفاضل y ها 1 منهای 5 تقسیم بر تفاضل x ها 2 منهای 0.
منفی 4 دوم میشه منفی 2. یه نقطه‌ش هم در نظر میگیریم، معادله مینویسیم. مثلا این نقطه ایگرگ منهای 5 برابر است با شیب منفی 2 در ایکس منهای 0، پس ایگرگ میشود منفی 2 ایکس به علاوه 5. اما چون میخوایم فاصله نقطه از خط حساب کنیم، همه رو میاریم یه طرف مساوی با 0 قرار میدیم، پس ایگرگ منهای 5 میشه منفی 2 ایکس، منفی 2 ایکس هم میاریم اینور، 2 ایکس به علاوه ایگرگ منهای 5 مساوی با 0. حالا فاصله نقطه آ رو از این خط حساب میکنیم، میشه ارتفاع. نقطه آ 4 و 8، یعنی x0 و y0 مون رو طبق فرمول فاصله نقطه از خط داریم. معادله خط روی ضلع ب 3، 2x به علاوه 1y منهای 5 مساوی با 0، یعنی a و b و 3 رو داریم. a 2 b 1 c منفی 5. جایگذاری در فرمول a x0 2 4 تا b y0 1 8 تا منهای c منهای 5 به علاوه c منهای 5. رادیکال a 2 علاوه b 2، 2 به توان 2 4، 1 به توان 2 1. 8 منهای 5 3 و 8 11 تقسیم بر رادیکال 5، یعنی طول ارتفاع آهاش برابر است با 11 بخش بر رادیکال 5. یه چیز دیگه هم میگم، اگه یه مربع داشته باشی، میگم و رد میشم ازش، جلسمون تموم شد، بحثمون تموم شده. اگه یه مربع داشته باشی، معادله یه ضلعشو بدن، یه رسم از رو به رو بدن، میتونی طول ضلع مربع رو پیدا کنی. داری فکر میکنی؟ نگاه کن، فرض کن یه مربع داشته باشی، معادله این خطه رو بدم، AX به علاوه BY به علاوه C مساوی با 0. این نقطه رو هم بدن، بگن مثلا نقطه M به مختصات X0 و Y0. آیا این طول رو میتونی پیدا کنی؟ بله، این فاصله نقطه از خط دیگه، عمود دیگه. یعنی در واقع اگه یه نقطه رو بدن، خطر هم بدن، معادله خط یکی از اضلاع رو بدن، شما به راحتی با فرمول فاصله نقطه از خط میتونی طول ضلع مربع رو حساب کنی، محیطش رو حساب کنی، مساحتش هم حساب بکنی. شرکت رهپویان دانش و اندیشه در این مهم که برای شما کتاب‌های درسی رو تحت عنوان دیویدیوهای آموزش مفهومی آماده بکنه، در کتاب‌های جدید و تألیف خیلی تلاش کرده، خیلی زحمت کشیده تا در اسرع وقت این دیویدیو به دست شما برسه. تأکید دارم حتما، غیر از این که دیویدی ریاضی دو رو برای بچه‌های تجربی، برای بچه‌های 11 تجربی گرفتن و می‌بینن، حتما دیویدی حل تمرین رو هم ببینن، به موازاتش بابت هر درس ما اونجا حل تمرین رو هم داریم. غیر از این تمرینایی که اینجا هست، مسائل مهارتی اونجا حل شده که همکاران بنده و بنده حل کردن براتون، ببینید، استفاده کنید، مهارت‌های حل مسئله رو در کتاب ریاضی دو 11 تجربی به دست بیارید. تا جلسه آینده که انشالله مفصل‌تر در خدمتتون خواهم بود در فصل اول کتاب ریاضی دو، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.